پیمان مددی که سالها پیش فیلمنامه ای رو با نام آخرین تاوان ثبت کرده، بعد از مدت ها متوجه میشه فیلمی با همین عنوان ساخته شده و جایزه های داخلی و بین المللی زیادی گرفته. پیمان علیه عرفان خرازی، کارگردان فیلم آخرین تاوان، با رسانه های مختلف مصاحبه کرده و ادعا میکنه که عرفان ایده فیلمنامه‌اش رو دزدیده. حالا عرفان خرازی که آبروی حرفه‌ای خودش رو در خطر می‌بینه، برای اثبات بی‌گناهیش از آقای مددی به اتهام افترا شکایت کرده تا اگر پیمان مدرکی داره که اثبات می‌کنه خودش نویسنده فیلمنامه است، اون مدرک رو به دادگاه ارائه بده. آقای پیمان مددی، درسته؟ شما آقای عرفان خرازی؟ بله بله است. شما فیلمنامه آخرین تاوان شما نوشتی؟ بله. خیر آقای قاضی، من نوشتم، ایشون رو من دزدیدن. ممکنه یه دو دقیقه اجازه بدی من اول با ایشون صحبت بکنم، بعد به شما وقت میدم حرف بزن؟ بله چشم. خوبه؟ بعد فیلم ظاهراً کلی هم فروش داشته. بله خوشبختانه. خارج از کشورم جایزه برده. بله. داخل کشورم همینطور. بله. درسته؟ جایزه هاشم باید پس بدی. آقای قاضی، جایزه‌ای که این آقا گرفته همش برای منه. فیلمنامه چون برای منه. صبر نمی‌کنیم اما ایشون صحبت کنم بعد به شما حرف بزنم. آخه دزدیده چی بگم آقای قاضی؟ برادر من، این که شما میگی دزدیده، الان ایشون بابت افترا از شما شکایت کرده. اگه نتونی ثابت بکنی که فیلمنامه‌ت ازت دزدیده، برای دردسر میشه. ثابت می‌کنم. بعد شما که مدعی هستی ایشون فیلمنامه رو از شما دزدیده، خب چرا همون موقع نرفتی شکایت بکنی ازش؟ آقای قاضی، پشت اینا هزار تا تهیه کننده گردن کلفت مافیای فیلم و سریال وصله. شکایت هم به کجا میرسه؟ آقای قاضی، کار من تهیه کننده آنچنانی هم نداشته، بخشی از سرمایه کارم خودم گذاشتم که این کار ساخته بشه. باباش گذاشتم. نه الان اصلا ببین، ما کار به این قضیه نداریم. اینجا دادگاهه. ما با سند و مدرک سر کار داریم. شما سند و مدرک برای من بیار که ایشون فیلم نامه از شما دزدیده. من رأی به نفعت میدم. اصلا به مافیای سینما هم کاری ندارم. خوبه؟ اصلا مدرک نداره. بله چشم. خیلی خوب. توضیح بده. آقای قاضی، این موضوع من برمیگرده به خیلی سال پیش، اون موقعی که سینما میخوندم. آها، شما سینما خوندی؟ بله، مثل خیلی ها سرمایه پدری نداشتم بدون مدرک و تحصیل بخوام فیلم. آقا توهین نکن، یعنی چی؟ آقای قاضی داره توهین میکنه. آقا بی سوادی. ادامه بده. آقای قاضی، منم فکر میکردم مثل خیلی های دیگه توی این عرصه برای خودم کسی میشم. اما مگه سینما برای چند نفر جا داره؟ خیلی از اون آدمای عشق سینما الان یه گوشه کنار نشستن، دارن واسه خودشون یه کاری انجام میدن که هیچ ربطی به سینما نداره. درست مثل خود من. الان اینا که شما داری میگی سند و مدرک دلیله؟ نه آقای قاضی، اینا رو دارم میگم. من از پشت کوه نیومدم اینجا بگم این فیلمنامه رو من نوشتم. من سالا برای این فیلمنامه زحمت کشیدم. میدونی من چقدر روی این فیلمنامه کار کردم؟ همه دانشجوها، همه همکلاسیام شاهدن من چه قلمی داشتم. همینجوری شبانه روز فیلم می‌نوشتم به امید روزی که دری به تخته بخوره بتونم بسازمش. الان آقا از من دزدیده اینو. آقا دوست خودت بی درست صحبت کن. آقا آقای قاضی داره توهین میکنه. دلیل و مدرک محکم. آقای قاضی، این آقا آینده منو همسرمو خراب کرده. من یه روز نشسته بودم تو خونه، خانومم اومد گفت فیلمت رفته رو پرده سینما. اول فکر کردم داره مسخره‌ام میکنه. بعد رفتم سینما نشستم فیلمو دیدم. دیدم دقیقاً همون فیلمی که من ساختم، همون اسمی که من گذاشتم و این آقا برداشته ساخته. همینجوری هم حالشو برده. جایزه‌ام پشت جایزه. برای همین میگم جایزه هاشم باید پس بده. آقا الان کجا این چیزایی که تو داری میگی شبیه دلیل و مدرک میمونه؟ آقا اصلا مدرک نداره آقای قاضی. آقای قاضی این من سه بار دارم تکرار میکنم، باز شما داری حرف خودتو میزنی، داری قصه برای من تعریف میکنی. گفتم آقای قاضی، این جوجه نویسنده حتی به خودش زحمت نداده. آقای قاضی، جوجه نویسنده توهین نیست؟ یه دونه اسم فیلم هم عوض کنه. دقیقاً همون چیزی که من ساختم اون ساخته. یه نگاه به اینجا بکن. یه نگاه بکن به اینجا. اینجا کجاست؟ دادگاه. ما اینجا با چی سر کار داریم؟ دلیل و مدرک مستند که ندارنشون. اگر داری میگی ایشون فیلمنامه شما رو از شما دزدیده، یه دلیل و مدرک به من بده. برای داره من مدرک نداره آقای قاضی، فقط داره حرف میزنه. ما الان 5 دقیقه سر همینجوری بی خودی با هم بحث میکنیم. اینا هم قلابی آقای قاضی. این نسخه از فیلم نامه، این نسخه از فیلم آقا. خودتون متن و فیلم رو با هم دیگه مقایسه کنید، میبینید بیشتر از 80% منطبقن. روی فیلمنامه هم شماره ثبت فیلمنامه هست که این فیلمنامه 10 سال پیش به نام من تو سامانه ثبت فیلم ثبت شده. آقای قاضی، نمیشه ایشون بیا اینجا وایسه همینجور بی دلیل حرفای بی اساس بزنه. آقای خرازی، شما شکایت کردی، ایشون حق داره از خودش دفاع کنه. آقای قاضی، یه فیلمنامه ثبت شده درست، یه فیلمنامه ثبت شده درست، ولی آخه دلیلش چیه؟ 100 تا فیلم هست که اسمشون شبیه همه. شما الان به جای اینکه هرس بخوری بهتر دلایلتو بگی. اصلا ناراحت کننده است آقای قاضی. یه نفر تو روز روشن اومده داره میگه فیلمنامه‌ای که این همه روش زحمت کشیدین، همه وقت گذاشتین دزدیه.
بعدم به خاطر اینکه فقط خودشو معروف کنه رفته همه جا مصاحبه کرده، همه جا توی این فضای مجازی، به والله دیگه آبرو ندارم. شما هم که نشستین فقط به حرفای بی اساس ایشون گوش میکنی. آقا ایشون شما مگه شکایت نکردی؟ برادر من شما شکایت کردی، ایشون حق داره از خودش دفاع بکنه. آقا آخه این چه داستانیه؟ من الان باید روی فیلمنامه جدیدم کار کنم، افتادم دنبال دادگاه و دادگاه کشی. خب پس برای چی اومدی شکایت کردی؟ حق با شما، الان شما بفرمایید من چی به شما بگم. شما باید توضیح بدی برای من، دلیل بیاری که این فیلمنامه رو خودت نوشتی. آخه دلیلی نداره. آقای قاضی میدونی سوال شما مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که از یه پدر و مادر سوال کنی که دلیلتون برای اینکه فرزند شما فرزندتونه چیه. آخه من اینجا فکر نمیکردم به خاطر اینکه ثابت کنم صاحب نوشتهام هستم مجبور شم اینجا توضیح بدم. اما بله، منم وقتی که فیلمنامه رو نوشتم توی بانک فیلمنامه ثبتش کردم، ولی چون قبلا اسمی به نام آخرین تاوان توی سیستم بود به اسم دیگه فیلمو ثبت کرد. آقای قاضی این خودش داره اعتراف میکنه قبلا این اسم بوده. آقای قاضی هیچ دلیل منطقی نداره. چی داره میگه؟ میز شماست. آیا اون دلیله؟ منم 100 تا از اینا دارم، میتونم 400 تا ورق کپی بگیرم بذارم جلوی شما. شما متن رو بخون آقای قاضی، ببین چه ربطی به فیلم داره. شما فیلم رو برای کی نوشتی؟ حدودا 2 سال پیش. شما کی نوشتی؟ من 10 12 سال پیش نوشتم. حالا شما بفهمید ایشون 10 سال پیش از رو من کپی کرده یا من 2 سال پیش. آقا چی کپی کرده؟ کپی کرده افترا میزنی؟ دزدی کردی آقا. دزد خودتی، درست حرف بزن آقای قاضی. هی داره تهمت میزنه ایشون. آبروی من آورده همه جا. چند سال مینویسی؟ قبلا اصلا کلا چند سال کارو نوشتن انجام میدی؟ من از بچگی مینوشتم آقای قاضی، ولی به صورت حرفه‌ای حدودا 3-4 ساله. میگم این چند تا فیلم آقا دارم حرف میزنم. تو این همه حرف میزنی این کار نیست. این فقط شانسی بود که من نداشتم. منم اگه پدر قاضی ساخته فیلم نمیذارم من کسی بودم. اینا هم ایشون هم دیگه جرئت نمیکرد به من اتهام افترا بزنه. آقای قاضی من 4 تا فیلم کوتاه نوشتم. این اولین فیلم بلند منه که ایشون آبروی منو به خاطر این فیلم برده. هر جا میرم من میگن دوز. آقای قاضی حتما دزدی کرده که دزد خودتی آقا. حتما دزدی کرده دیگه، مردم که الکی حرف نمیزنن. حتما دزدی کرده که دارن میگن دزد 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 دیگه. بچه‌ها همه میدونن آقا اینا کلا کارشون نمیده. این آدما کلا دمال اینا که افراد نامی و بکشن زیر. یک ذره شرف داشته باش. آقای قاضی دقیقاً این من اول اتهام نزده بودم که این موضوع از اونجای شکل گرفت که همه دوستان من میدونستن این فیلمنامه منه. توی همه دنیای مجازی نوشتن که آقا این فیلمنامه توه. از همونجا پخش شد. اصلا من نگفتم که فیلمنامه رو من نوشتم، اول دوستان بهم یادآوری کردن، گفتم آقا فیلمنامه رو تو نوشتی، این فیلمنامه رو تو نوشتی، برو حق تو بگیر. منم دیگه دیدم پشت این هزار نفر هستش، گفتم دیگه نداره می‌نویسی یه فیلمنامه ساختی الان اگه ادعا می‌کنی. من ادعا می‌کنم سندت تو مدرکت کو. اون یکی از سندام سنده بعد کجا سنده؟ من از سمت از اونم می‌ذارم اونجا. آقای قاضی گواهی ثبت فیلمنامه داری؟ بله آقای قاضی دارم. میاری برای من؟ اینم یه دروغه دیگه. شما چطور؟ شما داری؟ بله میگه بفرمایید خواست. این نشون میده که 10 سال پیش من فیلم ثبت کردم به نام خود. آقای قاضی برای همینجا بهتون گفتم، چون قبلا اسمی که توی سیستم ثبت شده بود مجبور شدم اسم دیگه ای ثبت کنم. این فیلمنامه منه. بفرمایید. این دوتا رو یه استلام بگی برای من. خب آقای مددی شما به من بگو نسخه اولیه فیلمنامه ها تو چجوری می نویسی؟ یعنی چی چجوری می نویسم؟ چجوری فکر میکنم مینویسم دیگه، میرم یه جای خلوت. بابا جان دست نویسه با رایانه است چجوریه؟ حتما نسخه چک نویسش هم میخوان. بله میخوایم. دارم اتفاقا، ولی الان همراهم نیست. با کجاست؟ خونه است. میتونم بگم خانم آقا شما اومدی دادگاه باید سند بیاری. دو تا سند دادم خدمت اینا. سند اینا هیچ چیز سند نیست. من نمیدونستم آقای قاضی چک نویسش هم میخواد. اگه میخواد تماس بگیرم خانم هم دست نیست. آقای قاضی یه بار میگه دست خانومه، یه بار میگه اینجوری، یه بار میگه اونجوری. آقا من مسخره نیستم، آبروی منو برده ایشون. یعنی الان دم دسته میتونن سری بردارن بیارن؟ بله دم دست آقای قاضی. شما بعد از 11 سال که فیلم رو دستی نوشتی؟ آخه من اصلا اهل کامپیوتر و اینا نیستم. من کلا تو کاغذ فیلمنامه‌مو مینویسم، یه حس دیگه ای بهم میده تو کاغذ مینویسم. بعدم برای ثبتش به مشکل نمیخوری؟ بعدش میدم خانومم برام تایپش میکنه. این فیلمنامه آخری هم خانومت تایپ کرده؟ بله. نمیشه به کسی اعتماد کرد دیگه. میبینید که ممکنه ایده آدمو بدوزن. بله بله. آقا کپی کار توی چی داری میگی؟ احتیاطم شرط عقل دیگه. شما چند سال ازدواج کردی آقا؟ 8 سال آقای قاضی. ها؟ 8 سال. بعد فیلمنامه رو که 11 سال پیش ثبت کردی. اون موقع نامزد بودیم آقای قاضی. دوران نامزدی برامون. آقای قاضی من میتونم نامزد بودی باشد. بعد همون موقع فیلمنامه رو دادی خانم تایپ کرد و بعد ثبت کردی. درسته؟ بله. آقای قاضی طبق گفته ایشون متنی که الان خدمت شما هست 11 سال پیش توی بانک فیلمنامه به نام آخرین تاوان ثبت شده. این قبول. ولی آقا شما چک کن ببین الان متنی که خدمت شما هست همون متن توی بانک فیلمنامه است. بسیار خب الان همین کارو می‌خوام بکنیم.
شما شکایت کردی از ایشون بابت ضرب و جر. من تو یه خط برای شما توضیح بدم. ایشون وانتو چه زده بوده جلوی در. پسر من اومده خیلی محترمانه. این قسمتش رو دقت کنید. خیلی محترمانه خیلی. به ایشون گفته که ماشینتو ببر بیرون. ایشون تق زده دماغشو. یعنی ما دیوونه هم همش میام تق بزنم تو چشمم. دماغتو زده آره؟ بله هم دماغم هم لبم پاره شده هم زیر چشم. اینو شما زدی اینجوری دماغشو؟ آقا دعوا میشه دیگه آقا. جواب اون عکسو بده. آقا میزنی من قبامو بزنم یا نه؟ آقای امینی. آقا هر کدوم از این مسجد زده. اجازه بده آقا من یه اجازه نمیدم بهت. ببین بابا جون، شما دو نفر دو تا شماره ثبت به ما دادید، درسته؟ بله. شما یه چیز ازت بپرسم؟ بفهم. 11 سال پیش که فیلم نامه ثبت کردی، یه خلاصه داستانم باش ثبت کردی، درسته؟ بله، درست. خدا پدرتو بیاموزه. طبق کدوم شماره ثبت؟ طبق همون چیزی که همین شماره ثبتی که الان روی فیلم نامه خودت هست، درسته؟ درست. این خلاصه داستانی که الان ما استعلام گرفتیم منسوبه به همین شماره ثبت که شما برای من آوردی. بله. به نام آخرین تاوان. خیلی خوب. الان موضوع این خلاصه داستانی که شما 11 سال پیش با همین شماره ثبت ما الان استعلام گرفتیم ازش راجع به کوه دماونده، درسته؟ بله درست. ببین بالا هم سرتیس داره دیگه، درسته؟ بله. اشتباه که نمی کنم، اجازه بده. بسیار خوب، درست میگه؟ بله درست. موضوع فیلم شما چیه؟ من در مورد زادگاه همه جناب قاضی، تمدن جیرفت. خب چه ربطی به هم داره؟ آقای قاضی، با اون یه صفحه خلاصه که نمیشه کل محتویاتو متوجه شد. آقای این محترم این آقا فقط اومده اسم اون نقطه رو عوض کرده. کل موضوع شبیه تحویل بده. شما فیلمنامه رو کامل بخون، اگه شبیه هم نبود هر چی میتوشید. برادر من، فیلمنامه شما اینجا هست. بله اما درست. اصلا برای من قابل استناد نیست. داره دروغ میگه آقای قاضی. جان، چیزی که برای من قابل استناده این خلاصه داستانی که خودت 11 سال پیش با همین شماره ثبت ثبت کردی تو بانک فیلمنامه خانه سینما. شاید اون خلاصه که من الان اونجا ثبت کردم محتویات فیلم ایشونو نشون نمیده. آقا شما کلا کارتون همینه. تو دوستات دیگه دیگه ما رو نادون فرض نکن دیگه. فقط میخوای با آبروی ما بازی کنی. چی داری میگی برای خودت؟ برادر من، یه بار دیگه ازت میپرسم برای که خودت تفهیم بشی، خودتو بذار جای من، حرفی که داری میزنی رو میتونی باور کنی؟ آقای قاضی من مدارکو گذاشتم. من که این شماره ثبت از خودم در نیاوردم که شما ارائه کردی. برادر من، طبق همین شماره ثبت ما استعلام گرفتیم این خلاصه داستان اومده. حالا خلاصه داستانی که مربوط به آقای خرازیه، درست میگم؟ بله. خلاصه داستان راجع به تمدن جیرفته. بله. دو سال پیش ثبت شده، شماره ثبت هم که داره، بعد رفته فیلمشو ساخته، اسم فیلمم قبل از اکران تغییر داده. شما برادر من ببین، کاری نداره، میری فیلمو میذاری تو دستگاه، میشینی نگاه میکنی، دیالوگ به دیالوگ فیلمو میبینی، بعد دارم صحبت میکنم، بعد میای اینجا به من فیلمنامه ارائه میدی، میگی این فیلمنامه رو من نوشتم. آقای قاضی چه حساب؟ آقای قاضی چی؟ شما فیلمنامه منو کامل بخونی ببینی همه ایده‌ای که من توی فیلمنامه نوشتم کدوم ایده آقای محترم توی فیلمش گذاشته. من چه جوری من ثابت کنم الان به شما همه اون چی ایده‌ای منو برداشته توی فیلمش آورده؟ فقط اسمو تغییر داده، اسمو تغییر داده. شما اون فیلمنامه که الان گرفتی خلاصه‌شو کاملشو بگی، دقیقاً همونه. باز تکرار کن حرفتو. خب آقا من فیلم ایشونو دیدم، ربطی به این چیزی که اینجا الان ما استعلام گرفتیم نداره. به مرغش یه پا داره، یه چیزی داره هی تکرار میکنه. آقای قاضی ما که تو هفت آسمون یه ستاره نداشتیم، اینم روش شما هم حکمو بده. ولی میدونی که خودت دزدی کردی. آقای قاضی تو یه جوری حرف میزنه انگار منت هم سر ما گذاشته که ما رو بخشیده، آبروی ما رو برده. آقای قاضی دزدی کردی، حق تو دزدی کردی. تو می‌خواستی معروف بشی نه باعث من. آقا چه کاری با آبروی ما بازی کردی؟ ایشون فقط با نام من بازی کرده که فقط خودی که ببره بالا. آقای قاضی شرف برای من نداشته، به والله دیگه جگرم آتیش گرفته. همه به هم میگن دزد، دزدی کردی به میگن دزد. آقای قاضی باید مصاحبهاشو پس بگیره. ایشون اینجوری نمیشه. جوگیر نشه قاضی، هم تحت تاثیر فیلمت قرار گرفته، الان داره به نفعت حکم میده، وگرنه خودت میدونی که دزدی کردی. آقای قاضی ایشون آینده منو خراب کرده. من آینده تو رو من خراب کردم؟ تو آینده منو خراب کردی آقا.
شرف برای من نذاشی تو سینما. آقای قاضی اون موقعی که من فیلمنامه مینوشتم این کجا بود؟ من جلوی همکارم سرمو نمیتونم بالا بگیرم آقای قاضی. همه به من میگن تو دارم اینجا من انقدر فیلمنامه مینوشتم که همش امید اینو داشتم یه روز بتونم بسازم. فیلم این آسترین و خواسترینش هم برداشته کپی کرده. آسترین و خواسترینشو. حداقل نامت میرفتی میومدی بهم میگفتی که یکی از اون فیلمناماتو بده با کمترین هزینه بهت میدادم. این کارا رو نمیکردی. با کمترین هزینه بهت میدادم اون فیلمنامه رو. چون من خیلی نیاز داشتم به اون پولش. آقای قاضی به جرم چی الان دارید به من دست فهم میزنید؟ افترا. افترای چی؟ پرانده تو حلده تشریفه 6 ماه حبس بابت توهینی هم که کردی به من هیچی. برو عبف. ببر اون پوشت هم ببر. پوشت ها ده بی اینجا بی اینجا بی اینجا بی اینجا باز کن پوشت رو. آروم. الان حکمی هم که میدم و شما میتونی ببری رسانه ایش بکنی. متوجه هستی؟ حالا به حال مثل روز اول نمیشه ولی خیلی از مشکلات حل میکنه. یا برو برامو نبونه آقای قاضی. حالا اوضاع بهتر خواهد شد. دست شما در من. بفرمایید. ممنون. فیلمت هم دیدم خیلی هم دوست داشتم. سلامت. خیلی دوست داشتم. ممنون از لطفتون. خیلی لطف. موفق باشید. با اجازه. قربونت.